بانیان مرکز اسلامی دیانت که ساختش 3 سال طول کشیده و بیش از 100 میلیون دلار هزینه در بر داشته میگویند هدفشان از تأسیس این مرکز ایجاد نزدیکی میان ادیان و مذاهب مختلف است. مسجدی که پشت سر منه یکی از بزرگترین مساجد ساخته شده در خاک آمریکا هستش که با خرج دولت ترکیه ساخته شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این مسجد رو افتتاح کرد. قرار بود آقای باراک اوباما هم در این مراسم حاضر باشه که این دعوت رو نپذیرفت. این مرکز وظیفه دارد پیام واقعی و صلح آمیز اسلام و محمد پیامبر را به مردم همه جهان خصوصا آمریکا برساند. رئیس جمهوری ترکیه که برای نشست 2 روزه امنیت هسته‌ای همراه با بیش از 50 رهبر جهان به واشنگتن سفر کرده، چند برنامه جانبی هم در این سفر داشته. آقای اردوغان روز شنبه در مراسم افتتاح مرکز اسلامی دیانت ترکیه را قربانی تروریسم نامید. تروریست در بروکسل و پاریس و نقاط مختلف دیده می شود. اما این موضوع قابل مقایسه با تروریسم در ترکیه نیست. ما سال هاست که با تروریسم در نبردیم. و از اینکه در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا اظهاراتی علیه مسلمانان بیان می شود ابراز تأسف کرد. نابردباری در برابر مسلمانان رو به افزایش گذاشته است. برای من حیرت انگیز است که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علناً علیه مسلمانان اظهار نظر می‌کنند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان خواستار منع ورود مسلمانان به خاک آمریکا شده و تد کروز دیگر نامزد این حزب هم خواستار مراقبت بیشتر پلیس از محله‌های مسلمان نشین شده است. با این وجود رابطه دولت فعلی و دموکرات آمریکا هم با دولت ترکیه در ماه‌های اخیر بر سر مسائل مختلف به سردی گراییده. ترکیه گروه‌های کرد مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را تروریست و همپیمان گروه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا می‌داند که سال‌هاست با نیروهای دولتی ترکیه در حال نبرد است و آنها را مورد حمله قرار می‌دهد، در حالی که آمریکا از کردهای سوریه حمایت می‌کند و داعش را دشمن اصلی خود در سوریه می‌داند. جدا از این سرکوب و سانسور روزنامه‌نگاران در ترکیه هم با انتقاد آمریکا روبرو شده است. آقای اردوغان یک روز پیش از افتتاح مرکز اسلامی دیانت در نشستی دیگر در مؤسسه بروکینگز واشنگتن هم سخنرانی کرد. پیش از برگزاری این نشست عده‌ای مقابل این مؤسسه علیه تهدید آزادی بیان و سرکوب کردهای ترکیه و سوریه دست به تظاهرات زدند که به درگیری میان محافظان آقای اردوغان و گروهی از تجمع کنندگان و خبرنگاران حاضر در صحنه انجامید. در مراسم افتتاح مرکز اسلامی دیانت اما این تنها هواداران رئیس جمهوری ترکیه بودند که به استقبالش آمده بودند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.